به شما شما نسلی اختف قوف عمود بیت شروع کنیم از قوف عمود الف و آمر راوا همینطور راوا میفهمید هره هر رو خخامین فرمودن گازل خامت و آور آلا و پسخ اگه شخص اومده خامس دزدیده و پسخ ازش گذشته آقای دزده خامس رو تو شوتش داشته تموم پسخ عمر لو هره شلخال لفانه بعد از پسخ میره به نیگزل میگه به فرمای خامس شما جلوی شما این برگردوندن حساب میشه با وجود که الان هیچ ارزشی نداره وا، رابا رابا میپرسه دفت بوف بهت نیشبع آلاو اگر آقای دزد بیاد بعد از اینکه این خامس آسور به شده بعد از پسخ بیاد انکار بکنه قسم بخوره بگه نه من ندوز دیدم و بعد بیاد و اعتراف بکنه معهودین چیه می آیا ما میگیم کیوان ای چون اگه میومد این خامسه از دزد دو دوز دو دیده میشد با ل باید بود حالا بره به نیگزل پرداخت بکنه دیگه نمیتونه بره بگه حلش خالفان خزش دزدیده شده پس اینجا ماموناقا کافر له اینجا داره انکار میکنه به پول و باید اصل رو بده به علاوه یک پنجم و یه قربان آشام بیاره و دیل ما یا میگیم هشتا میها ها ما میگیم می نه الان خامس جلوی او قرار داره از گناب دزدیده نشده و با این قسمش چیزی منفعتش نشده و افراب آلماهو الان خامسه ارزشی نداره مثل خاک میمونه ولو کاف ارله مامونا و انکار پولی نکرده بنابراین اینجا یک پنجم و قربان آشامی نداره که میگه میلتا ده ایبع یا لیل راوا این سوالی که برای راوا سوال بود پشی تا لیل ربا برای ربا خیلی پاشوت بود اما ربا ربا میفرمید اگه روبن بیاد به شیمون بگه شوری گانو تا شیمون تو گاو منو دزدیدی و هو عمر نوتی شیمون بگه نه من ندزدیدم ما اتلخا آقا شیمون این گاو من پیش تو چیکار میکنه شومر خینامانی شیمون میگه بله من مجانن دارم از این گاوه برای تو نگهداری میکنم و قسم میخوره که بله من شومر خینامم و بعد میاد و اعتراف میکنه که بله واقعا اینو دزدیده خیاف اینجا به خاطر کفیرت مامون انکار کردن پول اینجا باید پرداخت بکنه چه پولی انکار کرده؟ شهر پاتر اتما میگنوا و عویدا چون اومده خودشو پاتور کرده اگر گاوه دزدیده میشد و یا گاوه گم میشد شمر پاتوره گناو خیابه گفته من دوز نیستم من مجانن دارم از این نگهداری میکنم خودشو میخواسته از گنوا و ودا پاتور بکنه بنابراین اینجا باید اصل و بده یک پنجم به علاوه یک قربان شوای قربان آشام هم باید بیاره حالا تو همون مورد روبن به شیمون میگه گاو منو دزدیدی میگه نه میگه پیش تو چی کار میکنه میگه شمر ساخار انیالاف تو به من داری مزد میدی که من ازش نگهداری بکنم اینجا باز میگیم خیاف اصل یک پنجم به قربان شبوهای قربان آشام شهر پاتر از ما میشه اومتا چون داره اینجا خودشو پاتور میکنه اگه حیوانه یه عضوی شکست یا افتاد و مرد شمر ساخار اینجا پاتور دوزد خیابه پس اینجا باید قربان بیارش باز اگه اومد و روبن گفت گاب منو تو دوزدیدی میگه نه من ندوزدیدم شوئل انی آلاو اینا از تو من قرض کردم خیاف اینجا هم باز خیافه به خاطری که پول انکار کرده شهره پاتر ما میمه تا مخمت ملاخا قرض کننده اگه حیوانه در حین کار افتاد و مرد پاتور میشه اینجا داشته خودشو پاتور میکرده بعد قربان آشان بیاره پس الما ما میبینیم افل گفده قائم با وجودی که گاوه اینجا سر جاش هست هنوز ما میگیم اینجا قربان با باید اوورده بشه چون ما حساب میکنیم می میتونست اینجا نفع پولی داشته باشه برای دزدی که میگه من شمرخینامم خینامم شوئلم شمر ساخارم شمار میگه کیوانده ای میگنیو ماموناقا کافر چون اگه میومد از شمرخینام خینام مثلا دزدیده میشد اینجا اومده انکار کرده که من لازم نیست پرداخت بکنم یا اگه از شمر ساخار حیوانه میافتاد و میمرد داره میگه من لازم نیست پرداخت بکنم یا اگه در حین کار کردن از زیر دست شوئل حیوانه میمرد داره میگه من شوئلم پس پاتورم پس چون داره انکار میکنه خودشو پاتور میکنه میگیم باید قربان شوعا بیاره هشتا نامی الان هم که هنوز این گاوه دوز دیده نشده مامون قا کافر اینجا داره پول انکار میکنه و باید قربان آشام بیاره و یک پنجم ها خانامی این بابایم که اومده خامس دزدیده و قسم خورده من ندزدیدم و بعدا اومده اعتراف کرده افر گبده افرا به آلماهو با وجودی که خامسی که پسخ ازش گذشته ارزشی نداره مثل خاک میمونه کیوان ده ای میگنی با شلومله چون اگر از دزد دوز دیده میشد باید بود پرداخت بکنه مامونامه الیا پول درست حسابی هشتانامی الانم که این خامسه ازش دوز دیده نشده مامون آقا کافره اینجا داره انکار پولی میکنه پس بعد یک پنجم و قربان آشام هم بیاره پس با وجودی که این برای راوا سوال بود برای ربا پاشوت بود که باید قربان آشام اوورده بشه یا تیو ربا و قام ارله ها نشسته بود ربا و داشت این رو بازگو می کرد ایت و رب امرام ل ربا میاد رب امرام رو ربا قشام می پرسه. و خیخش با اگه شخص اومد و این کار کرد پاسخ میگه وخیخش و خیخش با و نیشبه ال شاقر کی باید یک پنجم بده به علاوه قربان آشام وقتی که انکار کرده و قسم دروغ خورده پرات لموده به ایقار شامل نمیکنه کسی که میاد به اصل اعتراف میکنه کتز چطور شوری گانوتا اگه روبن میاد به شیمون میگه شیمون تو گاو منو دزدیدی به هومر لو گانوتی شیمون میگه من ندزدیدم متی با اطلخا پس این گا به من چیکار میکنه بطور تو رشوت تو شیمون میگه اتا مخرتولی تو به من فروختی یا میگه اتا نتتولی به متانا تو اینو به من هدیه دادی آویخا مخارولی پدرت اینو به من داده آویخا نتانولی به متانا پدرت تو اینو به من هدیه داده گمارا بعدا خواهد پرسید که خب این که اعترافیه اینجا داره میگه گاوه مال تو نیست گمار بعدا خواهد پرسید اینو یا میگه اخر پاراتی راتس، این گاوه تو دنبال گاوه من دویده معلاو با اصلی خودش گاوه تو پیش من تو ابده رخ من دیدم تو راه سرگردونه پیداش کردم شمر خینام انی آلاف. من مجانن دارم اینو برای تو نگهداری میکنم شمر ساخار انیالاو من دارم موز میگیرم روی این گابه برات نگهداری بکنم شوئل انیالاو من اینو از تو قرض کردم و نیشبع و میاد آقای دزد قسم میخوره که من دزدی نکردم و هدا و بعد میاد و اعتراف میکنه یا خالیه خیاب ممکن بود من بگم که بله باید یک پنجم به علاوه قربان آشان بیاره به خاطری که انکار پولی کرده تلمود لومر پاسوق میفهمید و خیخش باه اگه شخص اومده کاملا انکار کرده پرات لموده به ایقار شامل نمیکنه کسی که اومده به اصل اعتراف کرده اگه شخص اومده اینجا به اصل اعتراف کرده قربان شبوا نمیاره نگاه نمی کنیم چه اتفاقی ممکنه بیفته آی مثلا شومر خینامه ممکنه ازش دزدی بشه و داره خودشو پاتور میکنه الانش رو نگاه میکنیم این داره به اصل اعتراف میکنه میشه پاتور تزاده داره این با گفته یه ربا ربا گفته بود خیاوه و قربان شبوا بیاره آمرله تدورا تو کمبود قلب داری یعنی حواس جمع نیست کیتن یا ههی اون برایت های دقا آمرله هلخ وقتی که میگه بفرما داره اعتراف میکنه به اصل و میگه بیا اینها این اصل برای تو داره همونجا اصله رو پرداخت میکنه کیقا کی من میگم بعد قربان شبوا بیاره این آقای دزد ما دقی ما به اگم وقتی که گاوه داره تو نیزار میچره میگه بله من شمرخینامم تا یه روزی که این گاوه رو برسونه به دست صاحبش ممکنه گم بشه ممکنه دزدیده بشه اونجا داره انکار میکنه که اگه دزدیده شد من پاتورم اما اونجا میگیم بعد قربان شبوا بیاری احتمال میپرسه اتام مخرتولی این که میگه تو اینو به من فروختی من این مده به ایقاریکا یعنی چی که اینجا داره به اصل اعتراف میکنه تو به من فروختی این اعترافه میگه لوتسری لازم به گفتن دامرله میگه من اینو از تو خریدم لو ناتتی لاخ دمه ولی پولش رو بهت ندادم شیقل و تراخ و زیل بفرما این گاوتو بگیر و برو اتا نتتولی تو این گاوتو به من دادی آوی خانه یا پدرتینو به من داده من موده به ایقاری که اینجا یعنی که داره اعتراف میکنه به چی اعتراف داره میکنه نمیگه مال توه داره میگه پدرتینو داده به من یا تو دادی به من میگه دامرله میگه بره پدرت مثلا این به من داده المینت به شرطی که ده آوید نالاخ نیخ ده نفشا که من به تو یه خدمتی بکنم ولا او دیلاخ این خدمت رو بد نکردم شقیل تو تراخ و زیل بیا این گاوتو بگیر و برو پس اینجا داره به اصل اعتراف میکنه و از قربان شو و یه موردی دیگه بود تو ای بدر ساتیو من این گاو گم شده ای تو رو تو راه پیدا کردم لیما خب طرف صاحبه بگه ایبا ایلاخ ل لی خب بعد بود این گاوه که پیدا کردی رو به من بر و سوال گماره اینجا اینه که اگه اینجا داره اعتراف میکنه که میگه بله این گاو توه خب البته که از بوردن قربان آشان پاتوره چه گفتنی داره اینجا داره به اصل اعتراف میکنه چه گفتنی داره که از قربان آشان پاتوره میگه آمر ابوهاد شموئل پدر شموئل توضیح میده به عمر دزده میگه شبوا اودا ماتساتی قسم که آره من یه گم شده ای رو پیدا کردم ولوهایی تیوده یا شهی شلخاش اخزیره و من نمیدونستم که این مال توی که بهت برگردونم پس اینجا چون داره انکار میکنه که من این گاور رو دوز اینجا خیدوشه که بگیم از قربان شبوه پاتوره سوگه بعدی اینجا شروع میشه پاسوق تو ویقرا پرقه میگه و نفش کی تختا به شام آقل آلا شخصی که خطا بکنه صدای قسمی رو بشنوه و هو اد او را او یادا و شاهد دیده یا میدونه ایملو یگید و نصابونو اگه نگه اینجا خطا کاره به هوی تشامل عشم خطا تو عشر خطا باید قربان آشام بیاره حالا مثلا بگیم شیمون به روبن به دکار لوی و یهودا میدونن نمیان شهادت بدن قسم میخورن که ما آقا هیچی نمیدونیم در این مورد بعد اگه اومدن و اعتراف کردن باید یه قربان آشان بیارن به خاطر شبوعت ها ادوت اگه هم فقط یکیشونو بگن بیا آقای لوی شهادت بده که اینجا شیمون بدهکاره. اونجا اگه میومد و لوی شهادت میداد میتونست موجب بشه که شیمون بیاد قسم بخوره که نه من به روبن بده کار نیستم تنیا ما خوندیم تو برایتا آمر به نظر شالوش شبوعات هن به میگه ما سه نوع شبوعات ها ادوت داریم که اشخاص میان میگن آقا ما نمیایم شهادت بدیم قسم که ما چیزی نمیدونیم اولیش هیکیر با ولو به متسآ اگه دیده یه گاوی رو این نفر برده تو حیاتش صاحب گاوه رو میشناسه اون کسی که این گاوه رو پیدا کرده نمیشناسه یا برعکس به متسآ اون کسی که گاوه رو پیدا کرده میشناسه ولو باه نمیدونه که این گاوه مال کیه لو باه و ولو به متسآ نمیدونه گاوه مال کیه نمیدونه کی اینو پیدا کرده که من میپرسه لو باه و لو به متعا اگه نمیدونه که گاوه مال کیه نمیدونه نمی کی اینو پیدا کرده گوشتا اشتباه وقتی قسم میخوره میگه من چیزی نمیدونم خب قسم راست خورده میگه ای ما میگه بله بیا بگیم باه او و متعا هم میدونه کی گاوه مالشه هم میدونه کی این گاوه رو پیدا کرده اگه اومد و انکار کرد گفت من چیزی نمیدونم و قسم خورد اینجا خیابه گمار میپرسه لمای هیل خطا آیا اینجا به نظر داره میگه این بابا خیابه که قربان شوه بیاره یا پاتوره روا میامر روی خنینا لیفتور به نظر اینجا میاد میگه که این بابا از قربان شبوها پاتوره اوشمولامر لخیوب شمول میگه نه باید قربان شبوها بیاره او به پلوک داده هانی و مخلوقت چون مخلوقت این تنائی ده تن ما خوندیم همش بیا اد اخاد شخصی که میاد یک شاهد رو قسم میده لوی تو میدونی که شیمون به من بده کاره؟ لوی میگه نه من نمیدونم قسم میخوره بعد میاد اعتراف میکنه پاتور لوی از قربانی شبوعت های دود پاتوره چون لوی اینجا یه نفره اگر میومد و شهادت میداد خیوب مامون روی شیمون به وجود نمیمد شیمون میتونست قسم بخوره من به دکار نیستم و پاتور میشد از اون طرف وربی الازار وربی شیمون مخیف میگه نه اینجا باید قربان شه و های دوت اوورده بشه چون امکانش هست که شیمون میگه نه من قسم نمیخورم و مجبور میشد پول بده پس لوی اینجا با شهادت ندادن داره ضرر مالی میزنه گمان میگه به من قا میفلگی مخلوق تانقام و ربی الازار برابی سر چیه؟ مرسا داوار حق گارم لمامون که مامون دامی ربی الازار میگه چیزی که میتونست موجب پرداخت پول بشه این مثل پول میمونه و من اینجا با قسم لوی میتونست موجب بشه شاید شیمون نمیومد بره قسم بخوری که من به روبن بده کار نیستم و پرداخت میکرد او مرساور و میگه نه لاف که مامون دامی داوار هگورم گورم مامان این دین مامون ندارین که میتونست موجب بشه که شیمون پرداخت بکنه این پول حساب نمیشه و اینجا غیر لوی قربانی نمیاره پس اینجا داره روامی آمر خنینا که گفته بود پاتور مثل تانا غم میره که دابار ها گرم لمامون دین مامون نداره و پاتوره از اون طرف شموئل که داره میگه خیاف مثل ربی الازار به ربی شیمون میره که دابار گرم لمامون که مامون دامی و خیاوه. آمر روشه شد به فیقادون شخصی که رو امانتی انکار میکنه نعصه آلاف گزلان دین گزلان پیدا میکنه میفرماید رشی یه خط و خطای پن نسته آلاف گزلان میشعت کفی را از زمانی که انکار کرده و افل پیشلو و نیش با, با وجودی که قسم نخورده اومیکان میکان و الخ اند لو دین دشومر خینام الا خیاف به اون سیم ایم یا آنس و از این به بعد دیگه دین شمرخینام نداره اگه اونس اتفاق بیفته خیابه پس اگر شومری اومد تو به دین و انکار کرد روی امانتی که بهش داده شده از همون لحظه دین گزلان پیدا میکنه هر بلایی که سر این چیز بیاد مسئوله با وجودی که هنوز قسم نخورده به خیاب و اوناسین هر آنسی که اتفاق بیفته مسئوله و تانا تونا و همینطور ما تو برای تا خوندیم و خیخش با شخصی که میاد روی امانتی انکار میکنه لامدنو اونش از اینجا ما مجازاتشو یاد میگیریم چون تو پاسوخ میگه وهشی و تا گزلا اگه انکار کردی و دزدی رو برگردونی ازهارا هارا میناین برای که کسی رو مجازات بکنیم هم باید اختار داشته باشیم هم پاسوخ داشته باشیم برای اونش اینجا پاسوخ اونشش و خیخش با وهشی و تا گزلا اختارش کجا اومده تلمود ل لو تخخشو انکار نکنید مایلاو ل لعونش مامون مگه نه که اینجا داریم در مورد مجازاتی صحبت میکنیم که به وجود میاد به خاطر انکار کردن پول و داره به ما یاد میده که با وجودی که فقط اینجا انکار کرده بدون اینکه که قصد هم بخوره هنوز روی اون سین مسئوله که ما میگه لا لعونش شبوآ اینجا میگه اگه اومد و قسم دروغ خورد اون وقته که روی این امانتی مسئول میشه انکار کردن به تنهایی خیابش نمیکنه که ما میگه ها میده سیفا ولی از اونجایی که تو سیفا اومده گفته و ایشتبع قسم خورده پس میکلال در دل ریشه دلو اشتبع. پس تو ریشا حتما بگیم که اونجا قسم نخورده کجا گفته تو سیفا که قسم خورده دقیقا این سیفا تو سیفا داره میگه اگه گم شده ای رو پیدا کرد و انکار کرد و نیشبه ال شاقر و قسم خورد پاسوق میگه و شیلم و تو و خمیشیتاب یوسف آلا و بهت اشامو یاوی اصل رو و یک پنجم پرداخت میکنه یه قربان آشام میاره برای لامدنو اونش این به ما مجازات رو یاد میده که اگه قسم خورد یک پنجم و قربان آشام داره از هارا این اختارشو از کجا میدونیم کجای تو را اختار داده که قسم دروغ نخور تلمود لامر لو تشقرو تو آمده گفته لو تشقرو ایش به همی شخص نباید به دوستش دروغ بگه میده سیفا ده ایشتبه پس از اونجایی که تو سیفای برای تا داره در موردی صحبت میکنه که شخص قسم خورده و به خاطرش باید قربان آشان بیا رو یک پنجم بده ریشا دلو ایشتبه پس تو ریشا اونجا قسم نخورده و از اینجا رعیا داریم برای روششت که انکار کردن بدون قسم شخص رو خیاف میکنه روی اون سین گمال میگه نه امری من میتونم یاد بگیرم ایدی و ایدی ده ایشتبع هم تو ریشا و هم تو سیفا اینجا قسم خورده آی چرا پس تو ریشا یک پنجم قربان آشام نداره کان شهودا کان شباو ادیم تو سیفا وقتی که خودش اومده اعتراف کرده تو ریشا وقتی که شاهد ها اومدن گفتن تو دزدی بنابراین تو ریشا دعاتو تو ادیم خیاب و انسین وقتی که شاهد ها میان این شخص خیاب میشه روی انسین ولی پاتور میشه روی خومش و قربان آشام چون خودش اعتراف نکرده ولی تو سیفا اودو یه اوده خودش اومده اعتراف کرده خیاب به قرن باید اصل رو بده مثل هر دزدی و خومش و آشام علاوه بر یک پنجم و قربان آشام اینجا به حساب چون که خودش اومده اعتراف کرده راه کپارا براش هست و چون میتونیم تا رو اینطور توضیح بدیم برای رفششت رعیا نداریم که گفته بود حتی بدون قسم خیابه به هر حال اینجا گفتای رفششت پا بر من منطقه از برایتا برای رفششت رایانه نداریم <applause> شم نسته من اصلی بکنیم دفقوف ه عمود الف رو از دو نقطه خط هفتم هشتم اگر بیاد کس که ازش دوز دیده شده گزلان رو دوز رو مخیلا بکنه خودس می پاخوت شابه پروتا و قرن به کمتر از شاو پلوتا از اصل اون وقتی که لازم نیست گزلان بره دنبالش تا مادی که بخواد اینو برش گردونه اما رفا این که گفتیم لازم نیست بره گزلان دنبال نیگزل تا مادعی الابش این گزلا قیمت این وقتیه که چیزی که دزدیده شده دیگه اینجا نیست از بین رفته اول گزلا قیمت ولی یکی چیزی که دزدیده شده اینجا هست ساریخ للخ اخراف باید بره دنبالش و بهش برگردونه حتی اگه شاو پروتا نباشه چرا چون خیشینان شما تیقر ما خوشش هستیم مبادا قیمتش بره بالا و به شاو پروتا برسه ای کاد امری بعضی میگن پا پاپا رباپا اینطوری گفت لو شانو گزلا قیمت و گزلا قیمت فرق نمیکنه که چی چیزی که دزدیده شده هنوز هست یا چیزی که دزدیده شده از بین رفته اینو صادیخ للخ لازم نیست دنبالش بره تا مادی. همین که نیگزل اومده گزلان رو مخیلا کرده منهای کمتر از شاب پروتات و الان هم شاوه نمیارزه کافیه لشما تیقر لو اینکه شاید قیمتش بالا بره و شاب پروتا بشه ما برای اون خوشش نیستیم آمر راوا میفهمید راوا گازل شالوش اگودوت به شالوش پروتوت اگه اومده سه تا دسته دزدیده دسته محصول هرچی نمیگه دسته چی که ارزش هر سه تا این دسته ها هست رو هم دیگه سه تا پروتا هر دسته یه پروتا به حوزلو و هو و آم دو ال شتایم و قیمتش پایین میاد و حالا سه تا دسته ها قیمتش میشه دو تا پروتا ایم هخ زیر لو تایم اگه اومد و گزلان به نیگزل دو تا از این دسته ها رو برگردوند خیاب لحق زیر لو اخرت هنوز باید اون سومی برگردونه با وجودی که الان شاوه پروتا نیست چون که در زمان دزدی شاوه پروتا بوده اینو بعد الان برگردونه با و طرف اینجا نیست رفته مادی بر دنبالش تا مادی به تاناتونا و ما خوندیم تو میشنا گاز الخامت و آور آلا و پسخ اگه اومده خامس دزدیده و پسخ ازش گذشته آقای دزد خامس و تموم مدت در طول پسخ پیش خودش داشته برمیگرده بعد از پسخ عمر لو هره شلخا لفانخا به نیگزل میگه بفرما این خامس شما جلوی شما این برگردونن حساب میشه تعماد ایته به اینه چرا این برگردوندن حساب میشه؟ با خاطری که خامسه اینجا هست از بین نرفته ای به اینه ولی اگه خامسه از بین رفته افل گفته هشتا لاو مامونا با وجودی که الان ارزش پولی نداره کیوان دم ایغارا ماموناهو چون در زمان دوزدین ارزش پولی داشته با ای شلومه دزده باید اینجا پرداخت کنه آخانامی اینجا هم که اومده سه تا دسته دزدیده افل گفته هشتا لوشا و پروتا با وجودی که الان از اون ستایی که دوز دیده دو تا پس داده یکیش براش مونده اون یکی شاوه فروتا ارزش نداره کیوانده می ایقا رو شاوه فروتا چون وقتی دوز دیده شاوه پروتا ارزش داشته با ای شلومه باید آقای دوز پرداخت بکنه با ای راوا راوا میپرسه گازل شته اگودوت به پروتا اومدیم و دو تا دسته دزدیده هر دوتاش رو هم به ارزش یه پروتا به هخزی رو لو ختمه و یکیشو به نیگزل برگردونده مهو آیا باید دومی هم برگردونه یا نه؟ می امرینان. آیا ما میگیم هشتا لیکا گزلا الان تو دستش به ارزش شاو پروتو از دزدی نمونده و برگردوندن نمیخواد او دیل ما حالوها در گزلاد هوگه گبه یعنی که میگیم نه این کاملا دزدی رو برنگردونده بره برگردونه ها در پشتا بعدا خودش جواب میده گزلا انکان هشا و انکان اینجا دزدی نیست برگردوندنی نیست طبق هوا مینای گمارا هشاوا انکان یعنی برگردوندن رو انجام نداده گمار میپرسه ای گزلا انکان اگه و ارزش شاب پروتا از چیز دزدی تو دست نداره هشاوا یش کان اینجا میسوای هشاوا رو پس انجام داده میگه نه ها خیقا ما منظور اینه افل پیش گزلا انکان با وجودی که میشه گفت شاو پروتا از دزدی پیشش نمونده میتزوت هشا و انکان میتزوای برگردوندن و کامل انجام نداده با وجودی که الان خیوب برگردوندن نداره ولی کامل بر نگردونده و آمر را با همیتون میفهمید را با هر آمرو گفته شده در مورد ترشیدن نازیر نازیرش گیلخ و شیرش ساروت نازیری که بیاد موهاشو به دو دو تامو باقی بگذاره لو آسا و لو کلوم این ترشیدن حساب نمیشه بای رابا رابا میپرسه گیلخ اخ اخد و ناش را اخد از اون دو موی باقی مونده یکیشو به و یکیش خودش بریزه مهو ای اینجا موهاشو ترشیده یا نه آمن لرب اخامی دیفتی لرب اینا. رو اخا می میدیفتی از بر ها میگه خب البته که اینجا موهاشو تراشیده نازیرش گیلخ اخت اخط قامی بایاله راوا آیا اینجا راوا سوال داره اگه نازیر بیاد موهاشو یکی یکی به تراشه تراشیدن هست یا نه البته که هست آمله لو سریخا میگه نه لازم به گفتنه سوال اینه که گنش ناشر اخط مهن و گیلخ اخت اول از اون دوتا موه آخری یکیش افتاده بعدن اومده دومی رو تراشیده و اینم بگیم نازیر اگه بیاد همه موهای سرش رو به تراشه منهای دوتا مو این تراشیدن نیست منهای یه دونه مو این تراشیدنه اینجا حالا از اون دوتا موی آخری اولیش افتاده دومیش رو تراشیده می امرینان هشتا می ها لیکا شیعور آیا ما میگیم الان شیعور مو برای تراشیدن براش باقی نمونده پس میسوار انجام داده او دیل ما آیا میگیم نه ها لاو گیل و اخو این تراشیدن حساب نمیشه دم ایقارا ها شیر چون اول که تراشیده اومده دوتا مو باقی گذاشته و هشتا کی گیل اخ الان بعد از اینکه یکی از این دوتا موها افتاده حالا میاد میترشه لو هوش تسارت دو تامو نه تراشیده... و اینجا میسوای تراشیدن رو انجام نداده... ها در پشتا و بعد خودش جواب میده روا... سعار انکان گیلو اخ انکان... که طبق مسکانا... اگه دو تامو نداره... میسوای تیگلخت هم نداره... ولی طبق هاوامینا که ما اول میفهمه اگه مو نداره... تراشیدن هم نداره... که ما میپرسه ای سعار انکان... گیلو وخ یش یعنی چی اگه اینجا مو نداره پس تراشیده میگه نهاخی قامر منظور اینه افل پیش سعار انکان با وجودی که اینجا موی نداره میتسوت گیلو اخ انکان میسوای تراشیدن رو انجام نداده و آمر راوا میفرماید راوا آخر آمرو فرمودند خاویت شنیقوا اگه یک خمره ای داریم که این خمره یه سوراخ داره به اندازه ای که توم میتونه وارد بشه اوستاموها شماریم و توفاله های انگور این سوراخ رو بستن هیتسی لوها این سوراخ الان دیگه بسته شده و جلوگیری میکنه از پخش توم طبق رشی طبقه اول یه چیزی تام است بین طبقه اول و دوم یه سوراخی قرار داره این خمره در دهانه این سوراخ است خمره خودش یه سوراخ داره سوراخه به بزرگی هست که بتونه همه چیزای تو طبقه دوم رو تامه بکنه حالا که توفاله ها اومدن این سوراخه رو بستن هیچ چیزی تو طبقه دوم تامه نمیشه توسوت میگه ای چرا اینجا کلمه یه هیتیلوها به کار برده میشه بعد بگه خطیتا ایجاد میکنه دو من این میشنا چرا تو میشنات کلیم اومده و تو میشنای اوهالوت بیاد به این توسوت یاد میگیره داریم در مورد خود خمره صحبت میکنیم خمره سفالیه اگه سوراخش به بزرگی از که توم آوارد وارد بشه همه چیزایی توی خمره تامه میشه حالا توفاله ها این سوراخه رو مسدود کردن نجات میده چیزهایی توی خمره تامه نشه با راوا سوال راوا حالا اینه آگف خط یا اگر اومده با خاک با گل اومده نصف این سوراخه رو بسته نصف این سوراخه رو باز گذاشته محو آیا اینجا جلوگیری میکنه از اینکه توم آ وارد نشه یا نه آمله رویه مله رو آشی لاو میشنات هیزو مگه این میشنای ما نیست ایتنان ما خوندیم خوید شه نیقه اگه یه خمره سفالی داریم که سوراخ داره اوستامو ها شماریم و توفاله ها بیان این سوراخه رو ببندن هیتسیلو ها نجات میدن این بستن توفاله ها که تو ما وارد نشه پقاقاه بیزمورا اگه اومده این سوراخ رو بسته با شاخه درخت انگور این کافی نیست عدشه ما ریخ تا اینکه بیاد گل اندود بکنه و کاملا سوراخه رو ببنده هایو با شتایم اگه دو تا شاخه درخت انگور دهانه سوراخه رو بسته بوده اینم باز فایده نمیکنه عدشه ما مین حد دادیم او بین زمورا لخورتا تا اینکه بیاد گلندود بکنه با گل بماله طرفین این, این دوتا شاخه ها رو و وسط بین دوتا شاخه ها تا اماده مارخ چرا میتونه جلوگیری بکنه از توم به و خاطری که اومده گلندود کرده حالا مارخ ولی اگه گلندود نکنه لو از ورود توم آ جلوگیری نمی کنه. امای. چرا جلوگیری نکنه و تهوه کی آگف خطسیا بیا بگیم حداقل حساب بشه مثل اینکه که اومده نصف این سوراخ رو پر کرده ولی از میشنا مشمعه که نصف سوراخ و پر کردن کافی نیست باید کاملا سوراخ و پر بکنی و این جواب سوال ما باشه که ما میگه نه امری هاخی هشتا این دوتا مورد رو من دیگه مقایسه میکنی تام اونجا که اومده دو تا شاخه قرار داده و گلندود کرده ایل و مارخ لو قائه. اگه با گل نمال گلندود نکنه اون دو تا شاخه ها اصلا اونجا نمیمونه هیچ بستنی وجود نداره آگف یا به میدید قائه ولی اگه اومده نصف سوراخ رو اومده گلندود کرده با چیزی که میمونه قائه میمونه تموم شده رفت میتونیم بگیم دلیل این که میاد مماره یخ میکنه وقتی دوتا شاخه داری به خاطر بستن کامل سوراخ نیست بلکه برای نگه داشتن این شاخه هاست چون اگه دوتا شاخه ها رو گلندود نکنی اصلا اونجا نمیمونه هیچ بستنی نیست و اینجا جواب سوال راوا داده نشد